بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزم، در خدمتون هستم با برنامه دیالوگ. ما همینطور که میدونید در برنامه دیالوگ اول از همه از طریق لایو اینستاگرام با شما همراه خواهیم بود. لایو اینستاگرام این امکان رو به شما عزیزان میده که اگر دوست داشته باشید هر لحظه میتونید ریکوست بفرستید و به صورت تصویری با هم لایو داشته باشیم، لایو تصویری، و تصویر شما هم پخش میشه. نکته دوم این هست که اگر دوست داشته باشید میتونید از طریق صفحات مجازی مثل فیسبوک برای ما کامنت بذارید، اینطوری دیالوگ رو تشکیل بدیم، و یا اینکه از طریق واتساپ تماس بگیرید. شماره واتساپ براتون زیرنویس شده و راه ارتباطی تلفنی هم که مثل همیشه برقرار. امروز میخوایم در مورد سوء استفاده سیاسی از قرآن صحبت کنیم. دیالوگ رو به این صورت شکل بدیم. از ابتدای انقلاب بهمن 57 تا همین امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم، سردمداران حکومت ولایت فقیه تلاش کردن با استفاده از آیات قرآن، احادیث پیامبر و مفاهیمی که امت محمد علیه السلام با اونها آشناست، سیاستهای خودشون رو بر مردم غالب کنن. به این معنا نیست که اونها سعی کردند که آیات قرآن، احادیث پیامبر و سیاستی که از طریق وحی به ما منتقل شده رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن، بلکه تصمیماتی گرفتن و بعد اومدن این تصمیمات رو تلاش کردن که یه جوری به آیات قرآن مرتبطش کنن یا به مفاهیمی که مسلمون‌ها با اونها آشنایی دارن. این نه از الان، بلکه از ابتدای انقلاب 57 همین اتفاق افتاد. وقتی که بختیار مواجه میشه با اینکه با قدرت اطلاعات غربی اروپایی، آیت الله خمینی میخواد به ایران بیاد، بسیاری بهش میگن که بختیار تو اجازه نده که این اتفاق بیفته، یا یه دو تا جت جنگی بردار و ببر اون هواپیما رو ناکوت کن، سقوط کنه و خیالمون از دست خمینی راحت میشه. چیزی که اجازه نداد به بختیار که این کار رو انجام بده این بود که به قول خودش میگه نمیخواستم از خمینی یک امام حسین دیگه بسازم که بعد از 1400 سال بعد هم براش گریه بکنن و من بشم یزید زمان. آیت الله خمینی تونست با استفاده ابزاری از آیات قرآنی که معجزه است و قلب هر کسی رو به لرزه در میاره، برای خودش یک تقدس ایجاد بکنه و بابت این تقدس قدرت‌ها رو از تمام گروه‌های مختلفی که انقلاب کردن بگیره. بعد از اون مخالفانی اومدن با اون شیوه آیت الله خمینی مخالفت کردند. از اصلی ترین اونها که از آیات قرآن دلیل می آوردند رهبران اهل سنت ایران بودند، کسانی که قبل از اینکه شمس شورای ملی اهل سنت تشکیل بشه به صورت جسته و گریخته جاهای مختلف مردم، جاهای مختلف کشور مردم رو برای انقلاب تشجیع میکردن. بعد از اینکه خمینی سر کار اومد و گفت من میخوام یک حکومت اسلامی دینی داشته باشم، باز هم پشت خمینی رو گرفتن. اما وقتی دیدن که این حکومت یک حکومت دیکتاتوری شاهنشاهی دقیقا مثل حکومت قبل، فقط با نام اسلام یا با سوء استفاده از اسلام، اومدن مخالفت کردن با این فرمان. و به خاطر همین اولین گروه های دستگیر شده در ابتدای انقلاب علما و رهبران اهل سنت بودند. تا همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، رکورددار زندانی سیاسی انفرادی در تاریخ 40 ساله حکومت ولایت فقیه و احتمالا حتی قبل از اون در دست کاک احمد مفتیزاد است. فقط 10 سال در زندان انفرادی به سر بردنشون. وقتی بیرون اومدن از زندان 17 جای ستون فقراتشون ضربه خورده بود، تا جایی که اگر از زلهاش جلوشو نمی گرفت سر ایشون به زمین میخورد موقعی نشستن.
ناخونهاشون رو کشیده بودن، دندونهاشون رو کشیده بودن. 10 سال زندان انفرادی، بدترین شکل شکنجه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کاک احمد مفتیزاده گفته بود این حکومت حکومت اسلامی نیست، حکومت اسلامی شورا است، مردم هستند که حکومت رو میارن سر کار و مردم هستند که اجازه انتقاد از یک فرد حتی ولو به عنوان رهبر رو دارن، مردم هستن که با اراده خودشون با یک انتخابات معمولی با یک رأی گیری توی شورا میتونن بکشن یه نفر رو پایین و یک نفر دیگر رو بذارن، همونطور که اتفاق میافتاد در ابتدای انقلاب، همونطور که اتفاق میافتاد در ابتدای انقلاب، نه همونطور که اتفاق میافتاد در زمان رسول الله علیه الصلاه و السلام، بعد از رسول الله علیه الصلاه و السلام، وقتی که ابوبکر و عمر و عثمان و علی اصحاب پیامبر، سابقین اولین، کبار صحابه، بزرگان مهاجرین و انصار بر رأس امور بودند، اولین کسی که مخالفت کرد با سوء استفاده سیاسی از قرآن علمای اهل سنت بودند و چوبش رو هم خوردن، چوب دیکتاتور رو خوردن، زندان رفتن، پای حرفشون ایستادن تا به شهادت رسیدن. ما زیاد داریم، هیچ گروهی در طول این 40 سال به اندازه اهل سنت که هیچ وقت خودشون رو یک اپوزیسیون اساسی سیاسی هم ندونستن شهید ندادن، کشته ندادن. میانگین علمای اهل سنتی که حکومت حذفشون کرده بالای 3 نفر در ساله، به صورت میانگین بالای 3 نفر در سال. چه سوء استفاده هایی شد از ابتدای انقلاب؟ بعد از اینکه انقلاب خمینی تونست رهبران سیاسی دیگر رو غیر از کسانی که معتقد به ولایت فقیه بودن قلع و قمع کنه، ولایت فقیه رو کرد ولایت امامت، ولایت بعد از امامت، یا ولایتی که در هنگام غیبت یک شخصی به نام مهدی باید سر کار باشه و از جانب خداست و کسی که با اون مخالفت کنه انگار با خدا و رسولش مخالفت کرده. و وقتی این اتفاق افتاد، وقتی اومد این قاعده رو گذاشت، تمام علمای اهل سنت فهمیدن دیگه این اسلام نیست. امام ندوی رحمه الله از هند، بزرگترین عالم هند بود، بلند شد اومد اینجا چون گفته بودن حکومت میخواد حکومت اسلامی راه بیفته. بعد که دید قوانین اینطوری، قوانین دیکتاتوری، قوانین و امرهم شورا بینهم نیست، قوانین بر اساس شورا نیست، قوانین ولایت مطلقه فقیه، برگشت و سخنرانی خیلی شدیدی کرد برزاده، گفت این فقط اسلام رو خراب میکنه. نه تنها علمای اهل سنت بلکه آزادگان اهل تشیع این رو به زبان آوردن که اینها دارن از آیات قرآن سوء استفاده میکنن. بارها و بارها آیت الله منتظری این حرف رو زده. در همون ابتدای انقلاب طالقانی که میدونست چه اتفاقی قرار بیفته، در زندان در خاطرات آیت الله منتظری هست، میتونید بخونید. مضطربه، میگه شاه میره، مردم کسی رو ندارن بیان سراغ ما، ما حکومت داری بلد نیستیم، همین یک ذره دینی رو هم که مردم دارن از دست میدن. نمیگه ایران خراب میشه، نمیگه وضعیت اقتصادی خراب میشه، نمیگه چه اتفاقی برای ایران ما میفته، ولی خوب میدونه که وقتی اینها به اسم دین، به اسم امامی، به نام زمان حکومت رو در دست بگیرن، دیگه وای به حال اون اسلام. چون مردم رو بعد از 40 سال، معترضین رو به اسم محارب، توی صدا سیمای ملی میگن باید دست راست و پای چپشون رو قطع کنید، دست چپ و پای راستشون رو قطع کنید. بعد از 40 سال به کسانی که به اصل حکومت شکایت دارن میگن باغی، میگن یاغی. میدونی تفاوت چیه؟ میدونی تفاوت شاهی که به معترضین سال 57 میگفت شرور هستن، اشتباه دارن میکنن، اومدن برای خرابکاری، با حکومتی که به مخالفین خودش میگه باقی و یاقی یعنی چی؟ چه تفاوتی داره؟ اون که به مخالفین خودش میگه باقی و یاقی یعنی من امام زمانم، من اون کسی هستم که حق با منه، من نماینده خدا و رسولم و اینها باقی هن، اینها یاغی هن. همون افرادی که بر در مقابل رسول الله علیه السلام
قطع علم کردن اینها مثل همونا هستن و من مثل رسول الله علیه الصلاه و السلام هستم. و اون وقت به نام دین دست و پا قطع میکنه. و بعد از اینکه به نام دین دست و پا قطع کرد، چه کسی خراب میشه؟ دین، دینی که ازش سوء استفاده شده، نه دینی که پروردگار متعال نازل کرده. دینی که از اون دین، از آیاتش سوء استفاده شده در کریه ترین شکل ممکن، وحشیانه ترین شکل ممکن. آیات قرآن رو نه تنها یه عقیده خرافی ازش گرفتن به اسم امامت و امثال اون، بلکه آیات قرآن استفاده کردن برای حتی توجیه راهپیمایی 22 بهمن. حتی توجیه راهپیمایی 22 بهمن، یعنی شما باید ببینید چقدر آدم باید کثیف باشه که برای اینکه مردم رو به یک راهپیمایی خودخواسته عجیب و غریب از طرف نظام دعوت بکنه، آیات قرآن رو بکشه برات وسط بگه بفرمایید این آیه قرآن، پس فردا بیاین راهپیمایی 22 بهمن و این آیات قرآن که به خاطر اون دست و پای شما رو قطع میکنی. و این دقیقا یعنی سوء استفاده سیاسی از آیات قرآن. باورتون نمیشه که تیتر میزنه صدا سیمای جمهوری اسلامی راهپیمایی در قرآن برای کشوندن مردم به راهپیمایی 22 بهمن. باورتون نمیشه؟ ببینید با هم. موتعن یعنی حرکت نمی کنن، حرکت دست جمعی که یغیظ الکفار حرکتی که کفار رو به غیظ در بیاره، الا کتب لهم بهی عمل صالح، اگر غلط ننوشته باشم، ولی به هیچ جلوتر یا عقبتر یادم نیست. هر حرکت دست جمعی، وطع یتعو یعنی قدم زدن، یتعون یعنی قدم نمیزنن، لا یتعون قدم نمیزنن که کفار به غیظ در بیاد، مگری که در مقابل قدم زدنشون کتب نوشته میشه برشون. چی نوشته میشه؟ عمل صالح. یعنی این راه پیمایی ها عمل صالحه. بستون شد؟ راه پیمایی 22 بهمن عمل صالح. یه فلک زد از این ور آیه به اون ور آیه. راه پیمایی رفتن به سمت مشرکین جنگی که اومدن به سمت جهاد برای شما، اومدن به سمت جنگ برای شما که شما رو بکشن، قرآن به حرکت کردن در مقابل اونها توضیح داده و میگه این کار شما، اومدن شما رو بکشن، شما برید سمتشون، این کارتون کار خوب عمل صالح. اینو میکنه راه پیمایی و تیتر میزنه اساسا راه پیمایی. حالا بعد از این ادامه این هم در مورد راه پیمایی 22 بهمن و خوبی هاش توبت میکنه. همین آقای قرائتی در کنار ولی فقیه میشینه، ویدیوشو براتون پخش میکنم، و میگه ما برای اینکه بتونیم یه چیزو در به خاطر اینکه مردم قرآن رو دوست دارن، به خاطر اینکه چیزی بتونیم تو دلشون قرار بدیم، باید از آیات قرآن براشون دلیل بیاریم. میفهمید یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم که بر حقیم، حالا فقط باید بگردیم این حق خودمون از تو قرآن در بیاریم، همونطور که امامت رو از تو قرآن در آوردیم ولی نیست، همونطور که امام زمان رو یه جوری از تو قرآن قالب کردیم ولی نیست، خمس رو قالب کردیم ولی نیست، ما راهپیمایی 22 بهمن هم میتونیم قالب کنیم حتی ولو نباشه، ما میتونیم دست و پا قطع کردن مخالفینمون هم از قرآن درست کنیم در بیاریم حتی ولو اگر نباشه. فکر میکنید قضیه دست و پا قطع کردن مخالفین یک رأی شخصی یک نفر توی یک برنامه تلویزیونی بود که بعدش میاد ازش معذرت خواهی میکنه؟ نه عزیزان، این فقط و فقط کاریه که جمهوری اسلامی 40 سال داره انجام میده، چه از نظر عقیدتی و چه از نظر سیاسی داره این کار رو انجام میده برای اینکه بتونه مردم رو بکشونه به اون چیزی که میخواد. عقیدتی یعنی چی؟ یعنی که میگه خمس بده، میگه کجای قرآن، میگه اینجا، میگه غنیمت اگر گرفتید بعد سران یک پنجمش این کارم، پس خمس به من بده، پول تو کاری که درست به دست، میگه تو قرآن نیومده، میگه همینه همین منظور خدا اینه، من میفهمم تو نمیفهمی.
میگه بعد از نبوت یه افرادی میان به اسم امامت، بعد امام هم غیب میشه، بعد ولی فقیه نیاز من، ولی فقیه هم، پس من مثل امامتم، امامت مثل نبوته، نبوتم از جانب خدا. میگه کجاست تو قرآن؟ امامته کجاست تو قرآن؟ میگه اینه، میگه کسی که انگشترشو توی برای زکات توی نماز در آورده داده به فقیر، زکاتش اونجا محاسبه کرد، یه سری دروغای دیگه. پس این حضرت علی اولین نفره، همینطور میاد تا دوازدهم، دوازدهم غیب شده، بعدش هم منم از این آیه این برداشت میشه، من میگم. میگه آقا تو چرا داری با یک دختر این بازی رو میکنی، میگیریش برای مدت یک ساعت فقط زنا روش انجام میدی به اسم قرآن، به اسم دین؟ میگه نه، خدا توی قرآن گفته که باید مهریهشون رو بدید. این منظور از اینجا، منظور ازدواج موقت. میگه نیست. میگه هست، تو نمیفهمی، اینا عقیدتیه، اینا سوء استفاده های عقیدتیه. سوء استفاده سیاسی میدونید یعنی چی؟ یعنی که یه عده مردم بدبختی که طبق آیات قرآن، طبق آیات قرآن حق دارن که به ولی امرشون، به اون کسی که حکومت در دستشون دستش گرفته بگن آقا ما نمیخوایم شما رو، ما با شما اختلاف داریم، این چه کاری انجام داری میدی؟ طبق آمار بانک جهانی 70% ما زیر خط فقر جهانی داریم زندگی میکنیم، یعنی چی داری سه برابر میکنی همه جنس ها رو؟ میگه نه، تو داری بر مقابل کسی که خدا اون رو نصب کرد، از طرف خدا هست، جانشین امامان هست، تغیان میکنی، ای باغی، ای یاغی، دست و پات رو قطع میکنی. ببینید کسانی که با خدا و رسول به محاربه برخواستند، با کی به محاربه برخواستند؟ با کی به محاربه برخواستند؟ با خدا و رسول. اول داره آیات معنی میکنه فقط، ببینیم بقیش. و یسعون فی الارض فسادن، و در زمین فساد به هم ریختن، ایجاد ناامنی و غیره میکنند. بله، چه کنیم؟ سه تا حکم داده، اینا که الان در زندان مایان سه حکم دارن، تعارف ما سه حکم دارن. اینا کیا؟ اینایی که در زندان مایند. ما کی هستیم؟ همونایی که با اونا کیان، همونایی که با خدا و رسول مخالفت کردن. ما کی هستیم؟ خدا و رسول. گرفتید؟ از اول براتون پخش کنم، من کاری با این هر شخص ندارم و اصلا نمیخوام در مورد این شخص صحبت کنم، قبلا صحبت کردیم. اما گرفتید چطور خودشو کرد و حکومتشو کرد خدا و رسول، و کسانی که اومدن اعتراض کردن نسبت به خدا و رسول رو کرد محارب، و کسانی که بر در زمین فساد کردن رو چسبوند به اون مخالفینشون، و مهمتر از اونی که خودشون رو کرد خدا و رسول. یه بار دیگه از اول ببینید. کسانی که سربازان مسلح آمریکا بودند در این تظاهرات، این گرفتاری ها رو آوردند و آبروی ما رو در دنیا به خیال خود بردند، بالاخره آزار من دادند و از این نکردن دستگیرن. حکم قضایی آن از نگاه قرآن چیست؟ من یه آیه برای شما بخوانم. بله، آماده هم کردن آجا. در سوره مائده آیه 33 هم شما هم مردم لذت ببرن که قرآن چجور جزئی شده در این مطالب. من دانه دانه کلمه را برای شما بیان کنم. این نما جز این نیست، فقط و فقط جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، پاداش و کیفر و مجازات کسانی که با خدا و رسول به محاربه برخواستن. و یسعون فی الارض فسادن، و در زمین فساد به هم ریختن، ایجاد ناامنی و غیره می کنند. بله، چه کنیم؟ سه تا حکم داده، اینا که الان در زندان مایند سه حکم دارن، تعارف معارف هم نداریم. من آیه معنا می کنم، اینها عادلشم دادم، فردا هیچ کس نمیتونه من متهم کنه. من اگر نگم به قرآن خیانت کردم، قرآن رو باید درست معنا کرد. گفت یک، ان یقتل،
نگفت ان یقتلو. یقتل یعنی چی؟ ها، یک ان یقتلو زجر کش بشوند، نه کشته بشوند. آیه اینه. علمای بزرگوار ما هم که اهل تفسیرن ما را نصیحت کنند اگه خلاف ترجمه میکنیم. ان یقتلو زجر کش بشوند، او یسلبو به دار آویخته بشوند، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. بشنویدا، یه دونه این اجرا بشه ما دیگه نوبت بعدی ها که به پیاز خوابانده شده اونا غلط میکنن بیان به میدان، چون این باید علنی باشه، در نقطه جنایت باید اعدام بشن یا مجازات بشن، درسته؟ بله. خب بعد میگه با بدوضعی قطع بشود، بریده بشود دست را، دست راستشون با پای چپشون، خیلی حرف ها، یه دست راست بریده بشود چهار انگوش و پای چپ هم انگشتانش بریده بشود، اینطوری رها بشه در اجتماع. او یونفو من الارض و نفی بلد، تبعید بشود، نه که به شیراز بفرستن که آب هوای خوبی هم داره، بفرستن در وسط دریا یه کشتی قرازم گیر میاد بالاخره اونجا زندگی کنه تا بمیره. این میگه نفی بلد. نفی بلد. بعدم من از دوستانی که واقعا چی بگم، خدا این آقای رئیسی رو برای ما نگه دارد، من اینو خوش ندارم، یعنی درست نمیدانم ما بگیم یه عده جوانن احساساتی شدن پس مرخصید. نه، مورد اصلی این ماجرا اینه که هر کسی حماقت این آقا رو میدونه، انقدر همه حماقتش بزرگ بوده که حتی بهش هم گفتم با آبروی ما رو بردی این حرف رو داری میزنی، که بعد اومد گفت من اشتباه کردم سر تطبیق معترضین به مفسدین فلارض. اما حرفی که داره میزنه اینه که ما خدا و رسولیم، تمام آیاتی که مرتبط با خدا و احکام خدا و رسولشه ماییم، تمام محاربین و کسانی که اومدن رسول الله علیه السلام رو بکشن و اصحاب پیامبر رو قلقم کنن بکشن، اینا همین معترضین و مخالفین ما هستن، پس بکشیدشون تا میتونید، در حالی که رسول الله علیه السلام حتی یک جنگ آغازگرش پیامبر نبود، حتی یک بار همراه رسول الله علیه السلام در مدینه منوره مشرکین زندگی میکردن، همراه رسول الله علیه السلام در مدینه منوره منافقین زندگی میکردن، مشرک طرف قلبش مشرک رسول الله میدونه، همه میدونن منافق عینیه، یعنی طرف مشرک کافره، همه میفهمن و هدفش نابودی، تو مدینه داره زندگی میکنه، رسول الله علیه السلام کاری باش نداره، دست به اسلحه نبرده، نایمده بکشه کسی رو، داره زندگیشون میکنه، منافق دروغ داره میگه، همه بهشون میگن منافق عینی، یعنی کسانی که عیناً شما مطمئنن، همه اهل مدینه مطمئن بودن که این منافقه، ولی رسول الله باشون کاری نداشته. کی؟ خود پیامبر خدا. تا وقتی تا کنار مدینه میان که بجنگن برای احد، رسول الله علیه السلام دست به سلاح نمیبره. تا وقتی که احزاب میان برای جنگ خندق، رسول الله. تا وقتی که بنی قریظه و اهل خیبر خیانت نمیکنن و برنامه نمیریزن برای کشتن مسلمون ها، رسول الله دست به سلاح نمیبره. ولی این آقا مردم اومدن میگن آقا ما حکومت تو رو نمیخوایم. میگه ما خدا و رسولیم. غلط کردید نمیخواید. حالا غلط کردیدش هم بقیه‌شون بتونیم شدم. چند تا تماس رو میگیریم، تلفن هم میگیریم، واتساپ هم میگیریم. بفرمایید، خواهش میکنم. وصل هستید به استودیو، اولش واتساپ میگیریم. اتاق فرمان. بفرمایید، خواهش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. جناب استاد جوان ما، مؤمن ما، آقای موحد. بزرگوارید آقای عبدالرحیم. بفرمایید. صدا میاد دادا جان؟ بله، کاملا واضح میاد. بفرمایید. عرض شود که این جناب محسن های اطاعتی ها رو من بخوام این سیاس بودرشون رو توضیح بدم، باید این 12 جلد کتاب عجیب غریب تفسیری که برای قرآن نوشته رو
بگم که امکان نداره. یادم یک روزی این آقای بازرگان خدا رحمتش کنه گفت برای اصلاح جامعه باید گام به گام بریم جلو. آقا پنجشنبه سر کله براحتی پیدا شروع کرد با اون گچ نوشتن، گفت در قرآن داریم که ولا تتبعو خطوات الشیاطین، شیطان، یعنی گام به گام سیاست شیطان، پیرو به سیاست های گام به گام شیطان نشید. هی سوزنش گیر کرده بود، هی تون تون میگفت، یعنی میگفت بازرگان تو شیطانی. الله اکبر. ببینید محمد و آل محمد علیه الصلاة والسلام از اون اول تا آخرش قرآن عظیم الشأن، حتی این روزخانی ها رو این آخونده اعتقاد ندارن. پس به چی اعتقاد دارن؟ به امام زمان. به امام زمان هم اعتقاد ندارن. برای چی این رو داد میزنن؟ میخوام بیان که امام زمان دیشب اومد خونه من محسن قرائتی، به من در گوش من گفت. چی گفت؟ تو ولی فقیهی، تو باید به تمام دنیا حکومت کنی، جان و مال و ناموس مردم زیر نوک قلم منه. الله اکبر از دست اینها. در حالی که اینجوری نیست. ببینید اینجا زیاد نمیخوام وقت تو بگیرم، اما این کتاب تفسیر قرنور قرائتی جیر و چشم منه. همین این آقای بهرامپور که اگر توبه نکنه خدا عذابش رو شدید کنه، بگو آقا من این قرآن هایی که ترجمه کردم بی خود کردم، اونجا رو خط بزنید بگید با شکنجه باید کشته بشن. چرا نمیگی؟ بس بگو دیگه. اینجا قشنگ توضیح داده که آقا جان تنها کیفر آنان که با خداوند و پیامبرش می جنگند، تو پرانتز و با سلاح و تهدید و غارت در زمین فساد می کنند، آن است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست ها و پاهایشان به طور مخالف بریده شوند. خود قرائتی میگه یا آن که از سرزمین خودشان تبعید شوند. این کیفر ذلتبار دنیوی آنان است و در آخرت برایشان عذابی عظیم است. کجا این قرائتی نوشتی که فلان بیسار؟ دومن خودمونی ما بینی و بین الله، اصلا انگار شبکه های توحیدی هنوز به دنیا نیومدن. شما از زمانی که اومدیم به دنیا، از سال 57 که انقلاب مردم ایران رو دزدیدید، ناامنی چقدر گسترش پیدا کرده. ببینید چند صد هزار نفر تو زندان ما داریم. اینا ننه بابا ندارن، از تای بوده در اومدن، زن و بچه ندارن، تازه میرن اونجا استاتر برمیگردن اگر دین و ایمان درست حسابی هم نداشته باشن. آخه این همه قاتل میشه، این همه شما محارب هستید، شما امنیت رو در جامعه از بین بردید، خاورمیانه غرق خون است، این همه دوش که شما تو تلویزیوناتون اعلام میکنید اشتها شدم دیگه کم نیست، چند صد هزار میلیارد، چرا یکیشون رو نمیارید که خودتون اعلام کردید وسط میدون آزادی که کاشم و شهیات میشد دارش بزنید؟ یه روزی میگفتید بالا منبر آی خانما اگه بچه چیش کرد رو فرش نمیشه اونو بشورید، ها باید اینو ببرید، میاد تو خونه ببینه سوراخ سوراخ شده فرشه. آی زن و خودت بالا منبر گفتی. آی بهرامپور این فتوایی که دادی یه دفعه سراغ داشت، ننه، خواهر، برادر، اولاد، دختر، پسر، نوت هم میاد، ها اون موقع نگی من غلط کردم ها. و انتقام الله تعالی هر لحظه نزدیک است. پروردگارا شر این محاربین رو از سر خورد کلان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان قطع کن. آمین. خدا شما رو از ما دور نکنه. خدا حفظتون کنه. علیکم السلام. خدا نگهدارتون. در ادامه صحبت‌های آقای عبدالرحیم، چقدر دینگوریزی توی این کشور عزیزمون ایران اضافه شده؟ ما تو زمان شاه چیزی به اسم دینگوریزی داشتیم؟ به این وسعت، به این عظمت، به این ما آقا زمان شاه چرا؟ بریم حکومت‌های دیگه اسلامی رو نگاه، بریم کشورهای غیر اسلامی رو نگاه کنیم. یه سرچ بزنید convert to اسلام،
ببینید چقدر تو امریکا اسلام آوردن، ببینید چقدر تو انگلیس اسلام، ببینید چقدر تو کشورهای اسکاندیناوی، چقدر تو کشورهای همسال فنلاند، کشورهای آتئیستی اسلام آوردن. چند نفر با دیدار حکومتی که خودش رو حکومت خدا و رسول میبینه مسلمان شده تو طول این 40 سال به حساب کنید. همین کشورهای عربی رو نگاه کنید، کشورهای عربی هر سال صدها نفر فقط اسم می نویسن، هیچ پولی گیرشون نمیاد، هیچی گیرشون نمیاد، با خانوادهشون قطع رابطه میکنن. خیلی از اونا به خصوص کسانی که مثلا از دینای هندو و چیزا بودایی مسلمان میشن، هیچ چیزی دنیوی گیرشون نمیاد. چرا میان مسلمان میشن وقتی اسلام رو میبینن؟ چرا تو حکومت شما کسی مسلمان نمیشه؟ علتش چیه؟ خاطر خودتون کردید خدا و رسول، مخالفین رو کردید محارب و باقی و یاقی و بکش، هیچ خدمتی به اسلام که نکردید، دین مردم رو از هم گرفتید. دم طالقانی گرم، خدا رحمتش کنه اگر با توحید فوت کرده، که گفت همین یه ذره دینی هم که ملت دارن از اونها میگیرن. تماس بعدی رو بس کنید. تلفنی آقای رضایی بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمتتون. سلام علیکم جناب آقای موحد. اولین توفیق در برنامه دیالکتی شما نروزی ما شد. نظر لطفتون که تماس گرفتید، بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواستم در این خصوص یه چند لحظه باهات صحبت کنم که جناب آقای موحد بفرمایید. از اونجایی که حضرت رب العالمین فطرت انسان یعنی موجودات زنده رو بر این طور قرار داده است که در بین بشر و مؤنث خداوند یک گرایشهای فرازه غریزه ای و با تجمع خداوند اون غریزه رو ارضا میکنه و همیشه هم از طرف جنس مؤنث به طرف مذکر یک کشش هست و بعد این در جوامع در بین انسان ها مشروع و نامشروع هستش. در بین ما مسلمانان مشروعش این است که ازدواج صورت می کنید یا خطبه خوده می کرد و یه ازدواجی می کنید و این هر تجمعی هم که نور الهی بر اون بستر می بارد و این به استمرار جامعه بشریت هم به همین طریق است. نوع دومش هم که متداول گریزی نیست از این که این تجمع می شود و با اون که شرمم میاد بگم که اصلا بردن نامش که زرد گناه دارد اسمش زنا گفتیم و این متداول است و برای این که از این نکبت جامعه نجات پیدا بکند و این نباشد ما شیعه ها البته این که همه هست نمیخوام دفاعی بکنم از این آقای مبعدا این که الان تو دست فهد اینه نمیخوام بگم اون که در سنت رسول خدا بوده در صدر اسلام میگید شما یه مدتی بوده تو او تعدیل شده است. ما اونو مثلا بگیم میگیم خب این اگر این یه تجمعی الان یه خانمی با یه مردی اینا میخواد نامشروع باشه میخواد مشروع پیدا بشه شما میگین این سیغه نشه همون زنا باشد یا اگر اینها یه سیغه ای بخونن که از الهلتی از بشه بین اینا و این تجمع بشه بعد و اسم اون کار بر این مسئله نباشد یعنی زنا بر این بستر این دو گسترش برش مترتب نباشد آیا چه اشکالی بر ما میبینید؟ البته با در نظر گرفتن اون دیگه مقتضی این از شرع مقدس بله جواب بدم بهتون بفرمایید. مشروبات بر دو دسته هستند، مشروبات حلال و مشروبات حرام. مشروبات حلال مشروباتی هستند که به جامعه و به شخص ضرر نمیرسونن و مشروبات حرام که اکثر اونها غالبشون همون مشروبات الکلی هستند در زمان رسول الله علیه السلام در ابتدای بعثت حرام نشده بودند و اصحاب رسول الله علیه السلام خیلی از اونها استفاده میکردن. با توجه به اینکه جامعه ما بسیاری از جامعه ما شاید حتی بیشتر از درصد کسانی که اهل زنا هستند اهل مشروب خوردن هستند مشروبات الکلی چه اشکال داره ما بر اساس اینکه در ابتدای اسلام مشروب حرام نشده بوده اون را حرام اعلام نکنیم به شرط اینکه در ابتدای خوردن مشروب بگیم بسم الله. اگر ما بگیم بسم الله و بعد مشروب رو بخوریم مشروب الکلی بر ما حلال بشه. این به خاطر این هست که بالاخره یه عده که میخوان مشروب بخورن حالا چه فرقی میکنه چه بسم الله بگن چه بسم الله نگن ما بسم الله رو میذاریم ابتدای مشروب خوری به خاطر اینکه حلال بشه همونطور که 4 کلمه عربی رو ابتدای زنا میذاریم که زنا تبدیل بشه به ازدواج موقت. خب جناب آقای موحد با این استدلالی که فرمودید شراب
چه اون وقتی که حرام بود بعد حلال بود است مثلا و میخوردن متداول، چه اون وقتی که حرام شد با بسم الله شروع نمیشد. اما اون چیزی که در امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای امر ازدواج بوده است، تا این دو تا کلام سیره خونده نشود این حرمتش هست حرام هیچ عنوان اینطوری و به مجردی که این کلام گفته میشه وقتی حلیه به دال میشه به هیچ عنوان اینطوری حالا به هیچ عنوان اینطوری نیست بلو. به هیچ عنوان اینطوری نیست. در قبل از اینکه شریعت اسلام نازل بشه بر رسول الله علیه السلام و رسول الله علیه السلام به صورت تدریجی حلال و حرام را مشخص بکنن، چیزهایی از حرام همچنان در جامعه ادامه داشته. یکی از راه‌های ازدواج‌های حرام، زناهایی که انجام می‌دادن، زنای تایمی بوده، یعنی وقتی با هم بسر می‌شدن و بعد می‌رفتن، همین زنای معمولی حال حاضره. این بعد از اینکه در اومد به زمان رسول الله علیه السلام همچنان ادامه پیدا کرد. رسول الله علیه السلام ایشون این کار رو حرام اعلام کردن، مثل بقیه اتفاقات و احکامی که داخل قرآن اومده، مثل تمام احکامی که توی قرآن اومده. اون چهار کلمه عربی ابتدای زندگی مشترک نیست که مرد رو بر زن حلال میکنه، اون اصول و قواعد و ارکانی هست که اسلام گذاشته برای استحکام جامعه‌ای که میخواد خانواده داشته باشه. و با چهار کلمه حرف عربی زدن، نمیدونم نکاح میکنم شما رو فلان، این ترتیب اتفاق نمیفته. من میخوام یک نفر میخواد زنا کنه، اولش میگه که خب من تو رو مثلا به جای اینکه بخوام به شما مثلا فاحشه یه پولی بدم، اسمشو میذارم صداق و مهریه و یه چهار تا کلمه هم میگم و بسم الله. این بازی کردن با کلمات آقای رضایی عزیز. من مثال نزدم چون موضوع برنامه این نیست آقای رضایی، فقط در 30 ثانیه حرفتون خلاصه بفرمایید و باهاتون خدافظی کنم، چون موضوع برنامه هم این نیست، اما بفرمایید 30 ثانیه باشه برای شما. چرا در صدر مطالبتون قبل از اینکه تلفن رو داشتم توضیح میدادم در مورد اینکه سوء استفاده بله. سیاسی کردن، سوء استفاده عقیدتی هم کردن و به خاطر همین چند دقیقه با هم صحبت بله. کردیم در موردش، اما حرف آخر با شما، بفرمایید. چش، من میگم که هیچ حرامی نیست که در قرآن کریم از اون اشاره نشده باشد. یعنی پیامبر اگر حرام کرده باشد باید به استناد یک آیه از قرآن کریم اون چی که مگیم سیقه کردین و حرام پس باشد. به هیچ عنوان برادر عزیزم چطور اینو میفرمایید؟ ما در زمان رسول الله علیه السلام، در ابتدای بعثت رسول الله علیه السلام، ازدواج چند یک زن با چند تا مرد رو داشتیم. چند تا مرد میرفتن با هم همبستر میشدن با یک زن و این هم جزش میذاشتن، اسمش رو میذاشتن ازدواج. چند تا مرد با یک زن همبستر میشدن، وقتی یه بچه به دنیا میومده اون زن بوده که میگفته این بچه مال کیه. تو سیرت هم اومده، در ابتدای بعثت رسول الله علیه السلام هم بوده. کجای قرآن رو منع کرده و حرام کرده؟ ببخشید جناب آقای موحد، اینی که اخیراً اشاره کردید، یعنی در وقتی که بیاس رسول خدا اشراف داشته بر جامعه اسلامی و به نام اسلامی هم چه کاری میشده؟ رسول به نام اسلام هیچ وقت ازدواج موقت نمیشده. ازدواج موقت یه چیزی صیغه کوتاه مدت از قبل از اصلا از دوران جاهلیت اومده بوده، مثل مشروب. هیچ کس به اسم اسلام شراب نمیخورده، هیچ کس به اسم اسلام زنای موقت نمیکرده. هیچ کدوم از چیزای محرم حال حاضر حلال نبوده. از قبل از اسلام اومده یه وقتی رسول الله علیه السلام حرامش کرده و ما حدیث صحیح داریم در این مورد. خیلی متشکرم آقای رضایی عزیز. و ما حدیث صحیح داریم در این مورد. حدیث صحیح هم حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنه از رسول الله علیه السلام که رسول الله علیه السلام ازدواجی که تایم داره رو دارن مردم انجام میدن و حرام کرده، کسی دیگه حق نداره این کار رو انجام بده. خیلی متشکرم. و نه، اینطوری نیست که تمام چیزهایی که حرام کرده رسول الله علیه السلام به ما فرمودن که این کار حرامه حتما توی قرآن وجود داره. قرآن احکام ازدواج رو گفته و رسول الله علیه السلام حوالی اون کارهایی که مردم میکردن رو گفته که این کار حرامه، این کار حرامه.
شما نمیتونید بیاید بگید تمام چیزهایی که یک چیز خداوند حرام کرد. میدونید علت این که داری تلاش میکنید که اینو بگید چیه؟ یکم خودتون ببینید توی احکام یه فکر کوچیک بکنید، مطمئنا خودتون متوجه میشید که خیلی از احکام هستن که رسول الله علیه السلام حرام بودن اون رو اعلام کرده و توی قرآن اثری ازش نیست. چرا؟ چون ما انتقال الهوا هو الا وحی یوحا. رسول الله علیه السلام اثر هوا و هوسش حرف نمیزنه، اون چیزی که میگه وحی است که بر پیامبر نازل میشه. کلام رسول الله علیه السلام در مورد مسائل دینی وحیه، از طرف الله. خیلی متشکرم، لطف کردید. نمیدونم چند تا از امیدوارم که بتونیم واتساپ ها رو بگیریم. آقای عبدالواحد شما اگر بتونید تشریف بیارید، کسان اینستاگرام ها رو، کسانی که اینستاگرام ریکوست دادن دوباره ریکوست بدم، من یکی از واتساپ ها رو میگیرم تا بعد بریم سراغ اینستاگرام. بفرمایید، وصل هستید به استودیو. سلام عرض میکنم خدمتتون. عرض سلام و خسته نباشید داداش گلم آقای موعد. علیک سلام، بفرمایید، خواهش میکنم. محمد حسن آقای موعد از بلوچستان. بفرمایید. میخواستم بگم آقای رضایی، شما بجام که بیای حرفای آقای برانتو رو توجیه کنی، برنامه رو میخوای به حاشیه بکشونی و موضوع رو بکشونی و منحرف کنی موضوع برنامه رو. اگه شما در موضوع برنامه واقعا اگه شما در رای حق هستیم بیان در موضوع برنامه صحبت کنی، نه که برنامه رو به انحراف بکشونی. و بعد اگر اینا آقای موعد از قرآن سوء استفاده نکنند، پس انتظار داریم چه کسی از قرآن سوء استفاده کند؟ هر جایی که به نفع اینا باشد میان از قرآن به یه نحوی آیات رو تعریف میکنند و جوری دیگه به مردم توضیح میدن که ترجمه و تفسیر این آیه به این عنوان است. بله. که مردم چرا تظاهرات کردن، اختشاش کردن و آقای برانپور میگه که باید اینا رو اینجوری سلاخی کنیم. بله. و خودشون دارن اعلام میکنن که آقا ما دارن علنا جلوی مردم اعلام میکنن و اون موضوع بماند که در زندان ها چه زجی و شکنجهی بره مردم را دارن اون جلو بماند. بله. علنا این میاد به مردم میگه که با شما چنین رفتاری میشه و دست و پاهای شما را قطع میکنی. کجای قرآن اومده که بیاد ثابت کنه در کجای قرآن آمده که یک حکومت مسلمان بر مردمش چنین ظلمی را روا داشته باشه؟ آقا ظرف یک شب شما مردم را به فلاکت کشوندین و انتظار دارین که باز مردم هیچی نگن، سکوت کنن در مقابل، سکوت کنن، این هم سر مردم آوردین، بازم مردم سکوت کنن. بله. و بازم من از تمام مردم بلوچستان هم درخواست دارم آقای موعد عزیز که این پرونده و مولانا رو که خود علمای اهل سنت فعلا میگن که ما داریم بررسی میکنیم و پیگیر بشن، خود مردم هم باید با جدیت بر علما فشار بیارن که سریعتر مولانا آزاد بشه و با جدیت این موضوع را دنبال کنن که این شوخی بردار نیست و فردا اینها غلطهای بزرگتری هم شاید بخوان بکنن. فرد. اگر ممنون از صاحب بگیریم و جدی دنبالش نکنیم و فرد. امکان بیشتر علمای بزرگتری را ممکنه که اینا دقیقا همینطوره. خیلی متشکر از یادآوریتون، خیلی متشکرم، لطف کردید که تماس گرفتید، خدا نگهدارتون. تماس بعدی رو وصل میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم، وصل هستید به استودیو. سلام عرض میکنم. سلام علیکم. سلامت باشید. سلامت باشید، بفرمایید. آقای ازای تقیه میکنه را استاد موحد، ولی ما تقیه نمیکنه و میگیم لعنت بر ابو بکر، چرا قطع کردید؟ یعنی فوش میدید میترسید خودتون؟ خودتون فوش میدید خودتون هم میترسید؟ نفر بعدی بفرمایید، خواهش میکنم. رضا
علیک السلام، بفرمایید. بفرمایید دردار عزیزم. زنده باشید. من نمیدونم باز امروز هم باید در موضوع صحبت کنیم یا نه، اون بحث کلامات اولیه که داشتیم میتونیم ادامه بدیم. چون که خیلی از وقتی از برنامه گذشته، اما بفرمایید شما مطلبتون رو بفرمایید، چیزی اگر آماده کردید رو، اشکال نداره. والا من میام دیگه، علی خودتون سلام بگید، چون در موضوع من مطلب دارم. در مورد موضوع صحبت کنید بفرمایید. پس لطفا در مورد موضوع صحبت کنید، چون که دوستانم در مورد موضوع صحبت کردن. بفرمایید، خواهش میکنم. بسم الله. در مورد موضوع، چون من تازه باز رسیدم، در مورد دینگوریزی شما صحبت کردید و اینکه نمیدونم چرا در ایران دینگوریزی و در سایر کشورها. در مورد سوء استفاده از آیات قرآن صحبت کردیم، به صورت خلاصه در مورد سوء استفاده سیاسی از آیات قرآن صحبت کردیم، اینکه خودشون رو دنبال کننده امامت و امامت رو هم جزئی از دین و خودشون رو در جایگاه خدا و رسول جا انداختن، مخالفت با خودشون رو مخالفت با خدا و رسول و هر کسی که از طرف اونها نصب نشه طاغوته، و در مجموع در مورد سوء استفاده از آیات قرآن برای رسیدن به اهداف سیاسی توی حکومت ولایت فقیه صحبت کردیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. دجال در موردش صحبت کردن، علما ربطی به موضوع اولمون نداره. دوستان گفتن که چون که خیلی ها در کنار مثلا رفتن پیش حالا یه مجسمه حضرت مریم، یا مثلا اون کسی که گاو پرست پیش گاو، اون کسی که قبر پرست پیش قبر، یا اون کسی که فکر میکنه که ذریح اون شخص بزرگواری که فوت کرده میتونه شفا بده، قدرت شفا داره، یا قدرت اینو داره، خداوند این قدرت رو بهش داده که کسی رو شفا بده یا مشکل رو حل بکنه. من گفتم هیچ وقت نمیتونیم این رو با هم مقایسه بکنیم. دوستی گفتن چون که نمیتونیم بگیم گاو شفا میده، گاو شفا نمیده، همونطور هم سنگ شفا نمیده، همونطور اون درختی که میگن مقدسه شفا نمیده، همونطور اون ذریح شفا نمیده، یا اون شخصی که اونجا خوابیده. و این افرادی هستن که بهشون مثلا هزاران نفر دور یک جای جمع شدن، فکر میکنن که این داره شفا میده، بر اساس تلقین میتونن راه برن بعضیا، و دجال صفتانی هم مثال مثلا مبشر تبشیری های مسیحی از این سو استفاده میکنن و صلیبی نشون میدن و هاللویای میگن و یه نفر از میتونه از روی جاش تلقین بکنه و خودش رو یه دقیقه بلند شو، این اتفاقات میفته. قضیه معجزات پیامبران متفاوت هست. اون کسی که میتونه برای اثبات حقانیت دعوت خودش و اینکه از جانب پروردگار هست، بنا بر فرمان پروردگار متعال عصایی بیندازه که تبدیل به
اژدها بشه اون معجزه است. اما در مورد کارهای دجال، شما برای اینکه بخواید ثابت کنید که پس یه کارهای غیر طبیعی میشه انجام داد، دجال دارید مثال میزنید. دجال در موردش صحبت زیادی شده، مثلا اینکه از یک جا به یک جای دیگه توی چشم هم زدن و با یک سرعت خارق العاده ای جابجا میشه، یا اینکه ابرها رو میتونه باور کنه باور نکنه، خیلی از علما یا اون رو به کارهای مرتبط با جادو مرتبط کردن، که ما میدونیم که در مقابل موسی هم کسی افراد جادو میکردن، یعنی جادو کردن که بعد موسی معجزه موسی اومد جادوی اونا رو خورد، فهمیدن که این دیگه نمیتونه معجزه باشه، چون اونا کاری کردن مردم اینطوری ببینن. و در مورد بعضی از علما هم گفتن علم اونقدر پیشرفت میکنه و اون به اون درجه از علم میرسه که در زمان رسول، در 100 سال قبل ما میخواستیم بریم حج و برگردیم یه سال طول میکشیده، الان سر مثلا ربع ساعت میتونیم بریم و برگردیم، بریم مثلا برسیم به مکه مکرمه، که این به خاطر پیشرفت علم اتفاق میفته و اون شخص هم انقدر از نظر علمی و از نظر قدرت علمی در واقع بالا بود، یا اینکه بارور کردن ابرها، همین الان هم ابرها رو بارور میکنن، هیچ ربطی فکر نمیکنن به مسئله معجزات داشته باشه. بس دقیقا همین هست جناب آقای مباهد عزیز، بس این هست. اون روز شما عرض کردم، شما فرمودید خب شما فرقتون با اون بت پرستا اینها چیست، من گفتم خب از این حرف شما سوء استفاده که میشه، اسلام تتیکا میگن پیامبران شما با جادوگران با این آقای دجال چه فرق دارن، اینکه شما میفرمایید اسلام تتیکا وقتی گفتن آقا اون گفتن خب تو چه ساحر خوبی هستی، این سحر است، سحر مبین، این جادوگری است، بس همین دیگه. من میگم اگر شما دلیلتون برای رد کرامات اولیا این بخواد باشه، پس معجزات الهی هم برای به همون چیزا کمی هر خودتون فهمیدید دیگه، اسلام دیگه همین کرامات اولیا برای شما یک علمی داشته که دیگران نداشتن، آقای همین فکر کرده که دیگران نکردن، آقای همین پیامبران اسلام ستیزا هم چون حرفی رو نمیزنن، که اگر همچون حرفی رو بزنن جوابشون کاملا واضحه، بذارید خودشون بیان حرفشون رو بزنن، من بهشون جواب میدم، قبلا هم دادم برنامه رفتیم در موردش. شما از جانب خود دیگه، من شنیدم که دارم میگم از جانب خودتون صحبت کنید، مسئله کرامات به هیچ عنوان مسئله کرامات اسلام ستیزان نه عزیز من، آقای حمید عزیز، اسلام ستیزان برای اینکه بخوان شفا دادن امام رضای تو قبر رو اثبات کنن نمیان بپردازن به معجزات پیامبر علیه السلام، که اون کسی که به رسول الله علیه السلام میگفت مجنون به خاطر این آیات قرآنه. به اسلام ستیز میشه به آیات قرآن ثابت کرد که این قرآن بر حق معجزه است. نیازی نیست برای اسلام ستیز بگیم که ناقه و شتر از توی کوه در بیاد، یا ثابت بکنیم اسلام ستیز قبول نداره معجزات پیامبران رو غیر از قرآنی که در دست ما هست. اونو بذارید کنار، اسلام ستیز رو بذارید کنار که من بلدم جوابشون رو بدم. من الان در مورد جواب شما در کرامت اسلام ستیزها اسلام ستیزها شبهه شما رو نمیندازن آقای حمید، اسلام ستیزها شبهه شما رو نمیندازن به خاطر اینکه اسلام ستیزها اصلا معتقد به معجزات پیامبر نیستن. شما برای اینکه بخواید بگید امام رضا شفا میده، دارید خودتون رو میگید اگر ما بگیم امام رضا شفا نمیده پس جواب اسلام ستیزها رو چی بدیم. من میگم اسلام ستیزها رو نمیخواد الان سوادش کنیم، چرا؟ چون که اسلام ستیزها به معجزه اعتقاد ندارن. اسلام ستیز نمیاد بگه قبول کنه که یک زمانی نمیدونم عصا شده مار، یک زمانی شتر از کوه اومده بیرون. اسلام ستیز معجزات رو غیر از قرآن قبول ندارد. اسلام ستیز آیات قرآن رو میذاری جلاش، میگه 1 2 3 4 مردی مثل این بیار، 1400 سالی چی هست نتونه مثل این بیاره، این معجزه در دست ما، خدا چرا معجزه ماندگار به ما داده؟ بس اسلام ستیز رو کاری نداشته باش، این جواب اسلام ستیزه. اسلام ستیز برای اثبات شفا دادن شابدالعظیم نمیره مثال معجزاتی رو که خودش قبول نداره رو بزن، این کار شما دارید انجام میدید، نچسبونید به اسلام ستیز. آقای حمید عزیز، ما بعدش هم مسئله شفا دادن مسئله کرامات نیست. کدوم کرامات؟ هزاران نفر با زبانهای مختلف دور یک قبر شابدالعظیم دارن میچرخن، دور قبر شاچراغ دارن، شاچراغ بچه من رو شفا بده، اون یکی میگه بچه من رو پیدا کنه، یکی میگه برای من شوهر بیاره، یکی میگه من بچه دار نمیشم، بچه دار شه مرده اومده با زبان انگلیسی داره میگه
من وضعیت مالیم خرابه، وضعیت مالی منو خوب کن. شاه عبدالعظیم همه این زبونها رو، همه این افراد رو، همه این نیازها رو خداگونه میشنود و خداگونه اطاعت میکند و خداگونه اجابت میکند و خداگونه با جواب اونها رو میده. و بعد شما میگی چرا پیامبران معجزه داشته، دجال چیکار میکنه آخر دوران؟ ول کنید دجال برای آخر دوران، ول کنید اسلام ستیز برای اسلام ستیز. ما الان مشکلی که توی ایران داریم اینه که 10 نفر نه، 100 نفر نه، 1000 نفر تلفنی، آنلاین، تلگرام، واتساپ، تماس تلفنی زنگ میزنن به شاه عبدالعظیم، شاه عبدالعظیم بچه من مریضه، شاه عبدالعظیم من مشکل دارم. حالا شاه عبدالعظیم باید همه اینها رو بشنوه و خداگونه اطاعت بکنه و اجابت بکنه. این کود، این کرامت نیست، این معجزه نیست، این خداه، این شاه عبدالعظیم خداه. آقای حمید عزیز حرف پایانتون رو بزنید برادر من، سکوت میکنم. من حرف پایانی اینه آقای مهد، بله اسلام ستیز قبول نداره، من نگفتم قبول داره. اون میاد به من و شمای مسلمان میگه آقای مسلمان شما که قبول دارید، معجزات شما همون جادوگریست، همون کاریست که دجال میکنه، پس معجزات رو اصلا قبول نکنید. این شبهه رو شما اگر جوابی ندارید، شبهه ایست که مبنای ادعای شما مطرح میشه. اگر نه ما که میزنیم تو دهنش میگیم نه اصلا حرف باطلی است، ما ادعای اولی شما داشتیم. پس اگر شما جوابی ندارید اسلام مسلمان ها ندارید از قاعده الزام استفاده میکنید. جوابتون میدم، اسلام ستیز میگوید که معجزات شما جادوگری است. نه، اسلام ستیز میگوید معجزات شما دروغ است، پیامبران این کار رو انجام ندادن. اسلام ستیز قبول نمی کنه که ماه دو نصف شده، که بعد قبول بکنه ماه دو نصف شده جادوگری بوده یا واقعی بوده. اسلام ستیز قبول نمی کنه که یه شتر از توی کوه در اومده. اسلام ستیز قبول نمی کنه که موسی عصا انداخته دریا به دو نصف شده، یه عصا انداخته تبدیل به اژدها شده. اسلام ستیز اون رو قبول نمیکنه. شما دارید برای اینکه بخواید ثابت کنید شاه عبدالعظیم میتونه همه این کارا رو با هم انجام بده مثل خدا، دارید میرید بس بس جواب اسلام ستیز رو چی بدیم؟ آره چون جواب اسلام ستیز رو نمیتونیم بدیم، پس قبول کنیم شاه عبدالعظیم هم میتونه همه رو خداگونه شفا بده. نه عزیز من، اصلا اسلام ستیز، آقای حمید عزیز، دوست عزیز من، اسلام ستیز این سوال رو نمیپرسه. اسلام ستیز به معجزات اعتقاد نداره که بعد به سحر اعتقاد داشته باشه. اسلام ستیز مگه سحر رو قبول داره؟ آتئیست سحر قبول داره که بخواد بگه معجزات پیامبر سحر بودن یا سحر نبودن؟ ما که قبول داریم جوابمون چیه؟ او قبول نداره، ما قبول داریم یا نه؟ سوال، این سوال رو از ما نمیپرسه. صدات قطع نیست آقای حمید، این سوال رو نمیپرسه. آقای مهد سوال اینجاست، ببینید ما که قبول داریم معجزات رو، من بچه مسلمان وقتی آقای اسلام ستیز، خانم اسلام ستیز که صدها سایت دارن، خودت داری میگی مردم از دین گریزان شدن، براتن صرف اینه دیگه. وقتی میاد میگه آقا جان فرق معجزات پیامبران شما با دجال با اینها چیه، من چی جواب بدم؟ من فقط میگم اونا رو برش، اونا رو ما قبول نداریم، ما فقط قرآن مرد مؤمن. چرا نمیفهمی؟ میگه اگر اسلام ستیز بیاد به من بگه تفاوت معجزات شما با دجال چی؟ اسلام ستیز دجال قبول نداره که این سمچون سوالی بپرسه. چرا حرف زور میزنی؟ اسلام ستیز نه معجزه قبول داره، نه دجال قبول داره، نه کرامات قبول داره، نه آخر زمان قبول داره، نه قیامت قبول داره، نه هیچ کدوم از اینها. چی داری میگی برادر من؟ من میگم قبول نداره، میگه نه جواب نداری. جواب دارم. اسلام ستیز همچون حرفی رو نمیزنه، تویی که همچون حرفی رو میزنی که میخوای کارهای عجیب و غریب دجال رو رب بدی یه جوری به خاطر که شفا دادن شاه عبدالعظیم رو توجیه کنی. اسلام ستیز میگم قبول نداره، میگه اگر پرسی چی بگم، اگر پرسی تفاوت دجال با معجزه پیامبر چیه. اسلام ستیز اگر معجزه پیامبر قبول داشت اسلام ستیز نمیشد. اسلام ستیز چون که معجزات رو قبول نداره، دجال رو قبول نداره، آخرت رو قبول نداره، اون دنیا رو قبول نداره، بعد بیاد به من بچه مسلمان بگه که تفاوت کرامات اولیا با معجزات پیامبر با کارهای دجال چیه؟ هیچ کدومشون رو قبول نداره. پیامبری رو به پیامبری قبول نداره، اولیا رو به اولیایی قبول نداره، دجال رو به دجالی قبول نداره، دنیا و آخرت رو قبول نداره. چی میگی عزیز من؟ خدا نگهدارتون، وقتمون کاملا تمومه. غریبه حرفاتون آخه. میدونید به سر چی داره بحث میکنه؟ سر این که شاه عبدالعظیم چطور میتونه همه رو شفا بده، میگه همونطور که معجزات پیامبر وجود داشته. میگه معجزات پیامبر برای اینکه پیامبریشون رو ثابت کنن در زمان حیاتشون کارهای خارق العاده ای انجام میدادن. میگه که حالا اومده میگن اگر اسلام ستیز گفت پس دجال هم اون کار رو انجام میده، پس پیامبران چطور این کار رو انجام میدن؟ پیامبران هم لابد مثل دجال سحر یا چیکار میکنن؟ این سوال شما، نه سوال اونها. و نکته بعدی،
نکته ای که مردم به خاطر همین چیزا اسلام از اسلام بعضی ها از اسلام به خاطر همین شبهات از اسلام دور شده، نه عزیز من، بعضی ها به خاطر این شبهات از اسلام دور نشدن، بعضی ها به خاطر جایگزینی آیت الله خامنه ای به جای خدا و رسول از اسلام دور شدن، بعضی ها وقتی دیدن یه نفر داره آدم میکشه میگه این حکم قرآنه از اسلام دور شدن، بعضی ها وقتی میره طرف نون خوردن نداره از اسلام دور میشه. اینم خود به خود قطع شد، وقت برنامه تموم شد. خدا نگهدارت.